سلام، با برنامه دیگری از 35 در سامانه فیلم نت با شما هستیم. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم، توصیه‌ام اینه که به این سامانه مراجعه کنید و فیلم‌های خوبی که این سامانه گذاشته ببینید. فیلم‌های ایرانی، خارجی، جدید و قدیم. مهمان ویژه امروز ما یکی از شخصیت‌های مهم این سینماست. شخصیتی است که من خیلی دوست داشتم بشینم باهاش صحبت بکنم و فکر میکنم که این اولین مصاحبه تصویری این شخصیت مهم سینماست. شاید فیلمساز نباشه، ولی نقشش از فیلمساز هم در طول این سالها مهم تر بود. آقای گلمکانی عزیز، خیلی خیلی خوش آمدی در برنامه 35. ما ابتدا به مهمانان عزیز میگیم که اگر با بینندگان برنامه اینترنتی 35 صحبتی دارن حرفی بزنن تا بعد ما شروع کنیم. منم خوشحالم تو برنامه شما هستم. ببخشید صدام هم گرفته و امیدوارم به یه جایی برسیم، به جای خوبی برسیم. من خوشحالم که با تو دارم مصاحبه میکنم. فکر کنم از سال 55 56 ما با هم رفیقیم تا الان، در واقع خیلی سال دیگه، و سالهای مختلفی رو با هم بودیم و راجع به سینما هم با هم بحثای زیادی کردیم. من نمیخوام راجع به خاطرات و در واقع خیلی چیزایی که دوست دارم بریم به گذشته صحبت کنم. واقعا هم خاطرات تو زیباست، هم که بریم راجع به فیلم. دوست دارم راجع به مجله فیلم صحبت کنم، مجله‌ای که فکر می‌کنم که با دوام‌ترین مجله‌ایه که تو مجلات سینمایی. تا اونجایی که من حافظه یاری می‌کنه، قبل از شما ستاره سینماست که در واقع با 25 سال سابقه در واقع با دوام‌ترین. شما به 32 سال رسیدین یا 33 سال؟ 34. 34 سال رسیدین. نطفه این مجله هوشنگ چی جوری شکل گرفت؟ من یه چیزایی رو میدونم، ولی از زبان خودت میخوام اصلا باز کنیم این قضیه. سال خب میدونی من قبل از مجله فیلم سابقه مطبوعاتی داشتم. بله بله بله. از سال 51 بعد از انقلاب یه شرایط دیگه ای پیش اومد. ما یکی دو تا مجله کار میکردم که اونا تعطیل شدن. سال 60 تو فضای اون زمانه من در مجله طب و دارو صفحه بندی میکردم. دوستای من احمد کریمی، یادش بخیر نیست، زنده یاد احمد کریمی، یادش بخیر. با دوستامون آقای فخری زاده و بقیه بچه‌ها در یه انتشاراتی کوچیک درست کرده بودم به اسم روزنه که بعد شد روزنه. هنوزم هست روزنه. اینا اونجا کار میکردن، یه کتابی در میآوردن، کتاب راهنمای تهران به اسم تهران 60. از این چیزهای تبلیغاتی که آدرس و نشونی ها و این چیزها توش هست. و من خب با احمد کریمی خیلی نزدیک بودم از چند سال سینما؟ بله. آره. هم دانشکده‌ای بودیم. آره. دانشکده اون دراماتیک دیگه، درسته؟ بله. رشته ای چی دست فارغ التحصیل شدی دوشنگ؟ کی فارغ التحصیل شدی؟ نه رشته ای چی فارغ التحصیل؟ سینما و تلویزیون. احمد هم رشته سینما و تلویزیون بود. بعد خب اینا روزنه کار داشتن شما؟ آره، مسعود مهرابی هم اونجا کار میکرد. تو همون روزنه کار. آره. و من ساعت 4 که طب و دارو تعطیل میشد از اونجا راه میافتادم و میرفتم دفتر روزنه کار. کجا بود دفترش؟ دفتر روزنه نزدیک همینجا، درست روبروی بیمارستان جمع. آها. اول کوچه حجت فکر کنم اسمش. بالای اون نونواییه، هم نونوایی که الان هم هست. یه آپارتمان کوچیکی بود،
اونجا دفترشون بود، الان اومده روبروش یه زیرزمینی یه جای بزرگتریه. بعد من میرفتم اونجا میشستم، کاری نداشتم، اونا داشتن کارشون رو میکردن. کتاب میخواستی در بیاری؟ چیزی میخواستی؟ نه نه نه، دوستان بود، از قبلش با هم دیگه کار میکردیم سر مجله جهانگرد و خب نخ مین بشی تو مجله جهانگرد دیگه. تو جهانگرد داره، ولی این دوره جدید رو میگم که جهانگرد هم تعطیل شده بود. اونا داشتن تو روزنه کار میکردن، منم که توی تب و دارو بودم. میرفتم اونجا بیشتر به خاطر دیدن احمد کریمی، میخواستم این ارتباطم باش حفظ بشه. توی اون فضای سال 60 خیلی احساس پوچی و خلأ میکردم و مرتب میگفتم که چقدر خوب میشه یه مجله سینمایی در بیاریم. یعنی سال 60 یعنی سال 60 دقیقا سال 60 تابستون 60 پاییز 60 و همش خیال بافی میکردم. آرزوی یک مجله سینمایی داشتم و اصلاً هم به فکر این که حالا تبدیل بشه به یه مجله بزرگ نداشتم. یه چیزی باشه حتی بشه تو خونه در آورد، خب یه مجله 32 صفحه‌ای قطع وزیری، نهایتش سه صفحه جلدش، منهای رو جلد آگهی داشته باشه، فقط دخل و خرج بکنه. مجله باشه بشه چند تا نقد، مطلب، گفتگو، ترجمه توش گذاشت. مرتب اینا تکرار میکردم. خطابم هم احمد کریمی بود که سابقه سردبیری داشت. سردبیری داشت، دوست بودیم با هم، خیلی نزدیک بودیم، مثلا خیلی وقتا با هم زندگی کردیم. بعد احمد به نگاه میکرد، احمد رو میشناسی حالتاش چجوری بود؟ الان قیافه جلو چشمه، نگاه های کج و کله به من میکرد، پوزخندی میزد و میگفت که آخه تو نمیفهمی داری کجا زندگی میکنی، چه اوضاعیه، کدوم سینما، کدوم مجله. آره، در شرایطی که اصلا سینما هم شرایط خاص خود شده. گفتم اصلا کاری نده، اتفاقا برای اینکه از این حال و هوا در بیایم من دارم میگم یه مجله سینمایی در بیاریم. خب بعد بحث این بود که چیزه، به حال این با دخل و خرج بکنه دیگه. من بیشتر تو رویای خودم بودم، اون آدم واقع بینی بود و میگفت نمیشه. در نهایتش بعد از چند ماه که من دیگه یه حالت شوخی پیدا کرده بود این قضیه که چیه باز اومدی بگی یه مجله سینمایی در بیاریم، من باز دوباره همون رویاهام و خیال بافیام رو نقل میکردم. آخرش یه روز گفت ببین اگر قرار هست که مجله سینمایی در بیاد باید با تکیه بر ویدئو در بیاد، چون الان ویدئو کلوب ها دارن کار میکنن، فعالیت ویدئویی وجود داره، وگرنه جور دیگه نمیشه. گفتم خب من اینو بول گرفتم، گفتم خیلی خوب، همین مثلا ویدئو من میخوام در مورد سینما باشه، فرق نمیکنه که حالا ویدئو باشه یا غیر ویدئو باشه، هر چی از تلویزیون داره یه فیلمای نشون میده، بعد سینما های چیزای نشون میدن، تکیه اقتصادیش رو ویدئو باشه. به این نقطه که رسیدیم بحثامون در واقع یک صورت، یک جهت عملی به خودش گرفت. مسئول بودم توی این بحثاتون بود مهرابی؟ نه، بحث بود، حضور داشت، ولی هیچ اظهار نظری من یا اصولا آدم کم حرف و خیشتنداریه تو این بحثام، نه من یادم نمیرسم، ولی حضور داشت. بعدش با عباس یاری، عباس اونجا نبود دیگه، نه اونجا نبود، با عباس خب از قبل اونم با توی ستاره سینما میشناختیم، تو آیندگان ستاره سینما دوست بودیم با هم دیگه، از طریق آشنایی هایی که با ویدئو کاران داشت رفتیم و لیستی از فیلم، عباس هم پیوست به شما، عباس یاری هم پیوست به شما، رفتیم لیست هایی گرفتیم از فیلم های مجاز ویدئویی که توی ویدئو کلوب ها بود. خب فیلم های بی خودی که بعضیش هم اصلا نمیشناختیم زیاد بود، فیلمی که بشه در موردش داشتن مجوز میدادن دیگه، قبل از اون اصلا ویدئو کلوب ها، اصلا فعالیت ویدئویی در اون زمان حالتی بین مجاز و ممنوع داشت. یعنی یه تعدادی از نهادها بودن که مخالف بودن، یه تعدادی موافق بودن، توی این دعواها ویدئو کلوب‌ها داشتن کارشون رو می‌کردن. بله بله.
ما رفتیم یک لیست بلند بالا گرفتیم، از توی اینا من 100 تا فیلمو استخراج کردم که چیزای فیلمایی بود که میشد در موردش نوشت. و بنا بر این بود که در مورد هر فیلم مشخصات، داستان، یک شرح حالی از کارگردان و یه یادداشتی در مورد خود فیلم باشه. 50 تا شو دادم به احمد کریمی، 50 تاش هم خودم گرفتم که در مورد اینها بنویسیم. و من با شوق و ذوق شروع کردم به نوشتن. هر روز میرفتم اونجا میگم اینقدرشو نوشتم، تو چیکار کردی؟ با منم مشغولم. و روزی که اومدم گفتم عباسم چیزی نوشت یا نه؟ عباس یه مصاحبه کرد تو اون شماره با همین ویدئو کارا، با یک مهندس ژاپنی مال شرکت سونی بود در مورد خود دستگاه ویدئو. بعد وقتی که من 50 تا فیلم رو نوشتم به احمد کریم گفتم من تموم شد، تو چیکار میکنی؟ گفت من هیچی ننوشتم. گفتم خیلی خوب، پس اونا رو من می‌نویسم. 100 تا فیلم شماره اول رو من به تنهایی نوشتم. خیلی جالب. خوب بعد رفتیم، یک دوستی بود که برای همون چیز اون تهران 60 آگهی میگرفت و این ور اون ور زیاد میرفت، خیلی بچه پر جنب جوش هم بود کوروش. گفتیم داری این جایی که میری ببین آیا یه جایی میتونی پیدا کنی که یه اتاق به ما بدن ما بریم اونجا مستقر بشیم شروع کنیم به کار کردن. چند وقت بعد اومد گفت آره یه جایی پیدا کردم، یه دفتری بود که اتفاقا بعدن فهمیدیم که دفتر مطبوعاتی بوده، یه گروهی از بچه های تئاتر اونجا مستقر بودن و تمرین میکردن. دفتر متروکی بود، مال یه آقای دکتری بود که کاری نمیکرد، علاقه فرهنگی هم داشت و حاضر شد یکی از اتاقاشو در اختیار ما بذاره. این کجا بود اون دفتر؟ تو خیابون ویلا کوچه خسرو. الان میگم دفتر موسوی، دفتر موسوی الان تو اون کوچه است. بعد رفتیم اونجا مستقر شدیم و یک اتاق و شماره اول ما در آوردیم در تیر ماه سال 61.
کردین شما رو؟ 12,000 تا آه. اون موقع چاپ کردیم. با چه قیمتی دادیم بیرون؟ فکر کنم 10 تومن بود. بعدش تو همون اختلافایی که بین نهادها بود، یه بار از یک جایی، از یکی از نهادها، الان یادم نمیاد، وزارت ارشاد بود، منکرات بود، یکی از این جاها، برادران با یه وانت اومدن یه تعدادی حدود 2,000-3,000 تا از این شماره اول رو بار زدن بردن، به عنوان چی کاری که یعنی شما کارتون غیر قانونیه. به هر حال از وزارت ارشاد که مجوز گرفته شده بود برای انتشارش. یعنی رفتین شماره دادیم وزارت ارشاد مجوز؟ از همون اول طبعا، مثل چیز دیگه، مثل کتاب. آها آها، مثل کتاب. آره دیگه. شماره کتاب داشت دیگه. آره بله، اون موقع مثل کتاب بود. حالا آره. یعنی ما حتی بعد از اینکه تبدیل به مجله شد، بازم مثل کتاب بودیم. آره. اون صحبت میکنیم. آره. آره بعدش اختلاف بود بین نهادهای مختلف دیگه، اومدن یه تعدادی رو بار زدن بردن، ولی خب ما چیز یه تعدادم فروختیم. بله، پخش شد توی چیز مطبوعات دیگه. توی میزای مطبوعاتی و ویدیو کلوب ها اونجا پخش. فروشش شد. خوب بود شما؟ بله بله خوب بود، یعنی ارتباط برقرار شد با همین شماره. بله، بعد شماره دوم هم با همون شکل، یه خورده البته بار سینماییش بیشتر شد. در آبان سال همون 61 منتشر شد، چند تا مطلب ترجمه نقد فیلم داشت و ضمن اینکه تعداد فیلم های موجود در نه همونقدر بود، منتها فیلم هایی که بشه در موردش نوشت کم بود. یعنی ما شماره اول در مورد 100 تا فیلم نوشتیم، توی شماره دوم مثلا شد 30 تا. بنابراین مطالب دیگه سینمایی ترجمه این چیزا هم گذاشتیم. توی اون چیزا، توی این فاصله برای گرفتن شماره اول و دوم، وقتی که یه مدت احمد کریمی، یه مدت مسعود مهرابی میرفتن وزارت ارشاد برای گرفتن مجوز همین کتاب سینما در ویدئو، خبرهایی که می آوردن به نظر می اومد که اون توی وزارت ارشاد فضای مساعدی وجود داره برای انتشار مجله سینمایی، که پرسیده بودن از احمد و مسعود که شما چرا مجله سینمایی در نمی آید. هنوز آقای انبار بهشتی نیامده بود دیگه. هنوز نیامده. هنوز نیامده بود. دوران آقای کلهوری ندارن شما دیگه. ما کلهور. آره دیگه، دوران کلهوری دیگه. بعدش شماره سوم باز مطالب سینماییش بیشتر شد، در اسفند سال 60. شماره دوم چه تاریخی در اومد؟ آبان. آبان. آبان 61. 61 بله. در اسفند، در اواسط اسفند سال 61 شماره سوم در اومد به اسم فیلم. و تعداد بیشتر سینمایی بود، ویدئویش کم بود. گزارش اولین جشنواره فیلم فجر تو اون چاپ شد، یه مقداری ترجمه نقد فیلم و در واقع خودت بودی و احمد کریمی بود و عباس بود و مهرابی، هر چهار بیشتر مطالب خودت می‌نوشتی؟ بیشترش من می‌نوشتم. تو این دوره البته به تدریج در نوشتن مهرابی هم فعال‌تر از قبل شد. مثلا توی شماره دوم 2-3 تا مطلب داشت، توی شماره سوم 3-4 تا مطلب داشت. چیز احمد 1-2 تا بیشتر تا مطلب نداشت، عباس هم مطلب می نوشت. توی بهار سال 62 ما در تدارک شماره 4 مجله بودیم که یک شب یه دفعه دیدیم بدون مقدمه آقای خاتمی که اون موقع وزیر ارشاد بود اومد روی آنتن تلویزیون و اعلام کرد که فعالیت ویدئویی ممنوع از این بعد، ویدئو کلوپ ها تعطیل، پخش کنندگان ویدئو تعطیل. بعدن فهمیدیم که این شرطی بوده، این توافقی بوده که با آقای انوار و بهشتی کرده بودن، یعنی اون به اونا پیشنهاد داده بوده برای معاونت سینمایی و بنیاد فارابی. اونا شرطشون بوده، اونا شرطشون بوده که ویدئو تعطیل بشه تا بشه سینمایی سینما راه انداخت. اصلا اون موقع هنوز گویا حکم انوار ابلاغ هم نشده بود، هنوز نیومده بود سر کار و دیگه گویا همون شب تمام ویدئو کارا به تکاپو افتادن و جمع کردن و بسازشون رو بردن در یک مخفیگاهی، یه مخفیگاه‌هایی
گذاشتن و بعدم ما به این نتیجه رسیدیم که خب مجله به اون شکل سابق نمیتونه در بیاد دیگه. از اونجا بود که احمد کریمی گفت بیاین مجله سینمایی در بیارین، خودش بیارین. آره. یعنی خودم خودش نمیخواست دیگه ادامه بده، ولی ما ادامه دادیم. مهراب مسعود تو و عباس. آره ما با هم ادامه دادیم. همون دفتر دکتره، همون دفتر کوچیک. اونجا ما حتی شماره سوم رو توی همون ساختمون ناچار شدیم از دفتر اون آقای دکتر بریم توی آپارتمان دیگه تو همون ساختمون. اون می‌خواست ببنده بره خارج، نمی‌دونم چه کار می‌خواست بکنه. اون جای جدیدی هم که رفتیم چیز بود، یک تولید کننده نوار و قصه کودکان بود. ما که یه اتاق شده دادن به ما. برای انتشار مجله رفتین ارشاد که مجوز بگیرین یا نه؟ خب وقتی که صحبت این شد که حالا یک مجله ماهانه به طور مداوم در بیاریم، مسئله پروانه و مجوز مسئله بود. خب من و عباس فکر کردیم که خودمون رو بکشیم کنار تو این زمینه، فکر کردیم مثلا حالا به دلیل سابقه مطبوعاتیمون شاید سخت گیری بکنن. مسعود مهرابی از سال 58 یا 59 یه درخواست مجوزی کرده بود برای یک نشریه طنز و کاریکاتور به اسم عبید. پرونده داشت. بنابراین به این نتیجه رسیدیم با هم که مسعود بره، دنبال این قضیه. اسم نشریه و موضوع اون پروندهش رو عوض بکنه، بشه فیلم نشریه سینمایی، که رفت و پذیرفته شد و دیگه مسعود مهرابی از اون بعد شد مسئول قانونی مجله. ولی امتیاز نداد. اصلا کمیسیون امتیازها در زمان جنگ تعطیل بود. به هیچ فیلم، ولی روزنامه ها نه، اصلا به هیچ نشریه ای امتیاز ندادن. تعطیل بود اصلا. بنابراین با توجه به در واقع علاقه و گرایشی که تو وزارت ارشاد به انتشار یک نشریه سینمایی بود، موافقت کردن. متا گفتن هر شماره عین مقررات کتاب باید بیاریم، ما مجوز تک شماره به شما بدیم. خب چیکار کنیم؟ مثلا چاره ای نداشتیم، بگیم چی؟ بگیم نه. پذیرفتیم و دوران وقت همون سال همون دفتر دکتر بودین و همون آپارتمان پایین بودین؟ نه، وقتی که ما چیز همون شماره چهارم رو میخواستیم در بیاریم، اولین شماره ماهنامه، اولین شماره مجله که در مرداد سال 62 منتشر شد تو این اتاق دومیه، تو همون ساختمون، یه جای آپارتمان دیگه که گفتم تولید کننده قصه های کودکان بود، اونجا در آوردیم. اونا هم خواستن تعطیل کنن، گفتن باید برین از اینجا. شماره پنجم رو ما یه مقدارشو در واقع کاراشو تو خونه من کردیم، صفحه بندی و اینجور چیزاشو تو خونه من کردیم. استقرارمون توی زیر پله‌ای بود توی خیابون دکتر فاطمی، یه آقایی که آژانس مسکن داشت، قبلش ویدئو کلوب داشت، یه وعده‌هایی به ما داده بود که یه جایی رو تو همین ساختمونه که آژانسش بود به ما میده. مطمئن نمیدونم چه ریگی به کفشش بود، چه مشکلی داشت. خیلی ماجرای هیجان انگیزی بود، عین یه فیلم بود. حدود دو سه هفته ما میرفتیم یک زیر پله‌ای داشت، اونجا وسایلمون رو چیده بودیم رو هم که زیادم نبود، و منتظر که این آقا بگه که طبقه بالا خالی شد برین اونجا، و نشد. و به یک روزی به یک جایی رسیدیم که اصلا قطع امید کنین از این آدم. پولم نداشتیم که بریم مثلا 100 تومن 200 تومن پول پیش بدیم برای اجاره یک جایی. من از یکی از دوستام این پول رو قرض کردم که خودش هم توی یکی دو سال اول اومده بود به عنوان حسابدار با ما کار میکرد. قرض کردیم رفتیم
در همون نزدیکی آژانس مسکن رابینسون که الان نمیدونم هست یا نه، اولین جایی که بهمون پیشنهاد کردن که همین جایی که 32 سال 33 سال الان هستیم، اینجا رو به ما نشون دادن، قرارداد بستیم. یک طبقه ما... شو یک واحد شو یک واحد شو یک واحد در یک طبقه الان چهار تا واحد الان چهار تا واحد واحد طبقه دوم بوده سوم بوده طبقه پنجم بود پنجم ماهی 12 تومن و 100 تومن هم پول پیش اجاره. جالبه. من. خب رفت اونجا مستقر برگردم. شماره یک قطع مجله از کیه ایده؟ قطع کوچک مجله، قطع وزیری بود به هر حال. کتاب و اینجور جزوه ها در آوردن همینه دیگه، یا باید قطع جیبی بود یا قطع رقعی بود یا قطع وزیری بود. قطع ستاره سینما فرق میکرد با این قطع، یعنی قطع ستاره سینما. آره قطع کتابی بود. کتابی بود. کتاب و جنگ بود. آره قطع کتابی و جنگ. قطع مجله ای نبود. البته مجله های قطع وزیری اون موقع هم وجود داشت، الان هم هست. الان مثلا نگاه نو شما ببینین. آره قبلش آره. قطع بزرگ بود، الان شده قطع وزیری. مجله اینجوری داریم ما. آره داشتیم. بعد شما مثلا با قطع اینطوری در آوردین، بعد اولی شماره که دادین کی میخوند تو وزارت ارشاد؟ شخص خاصی میخوند؟ نمیدونم. البته اونجا کسانی که مهرابی میرفت باشون سر و کار داشت، این آقای بهمنپور اونجا بود که از نشر نظر رو داره الان. آقای پولاد فرخزاد بود که من نمیدونم اینا میخوان. اینا کسانی بودن که وقتی مهرابی یا کریمی میرفتن با اینا سر و کار داشت اونجا. نمیدونم همینا میخوندن یا نه، که پولاد فرخزاد تو شماره اولی مجله چند تا نقدم داره و علاقه سینمایی داشت. شماره اول سانسور شد، ممیزی خورد بشه؟ نه ببین، در تمام طول مجله فیلم اینو ممکنه سوال خیلی ها باشه. حالا خب بعدش که دیگه مجله ها در میاد هیچی، تا اون زمانی که تک شماره خوندن تک شماره میخوندن خب فقط یک مطلب مجله فیلم سانسور شد، همون میزگردی که ما برگزار که تو خودت هم حضور داشتی توش. آره خب. در آستانه پنجمین جشنواره فیلم فجر قرار بود توی اولین ویژه نامه‌ای که ما برای جشنواره میخواستیم در بیاریم چاپ بشه، اونو اجازه ندادن. دو تا خبرم بود در حد این که مثلا الان یکیشو یادم میاد، حالا شاید هم همون یه دونه بوده، در مورد مثلا سهراب شهید سالس اون موقع که فعالیت سیاسی هم داشت و نمیدونم اظهار نظرهای سیاسی هم میکرد، هشدار دادن هیچ مطلب مجله فیلم در اون سالها غیر از همون مسابقه گفتم سانسور نشد. هیچ وقت هیچ چیزی رو دست غیر از این مورد دستور ندادن که مثلا فلان کارو بکنیم فلان، یعنی اینا افسانه هایی که یه عده‌ای بدون اینکه اصلا وجود داشته، یکی ممکنه دو بار اومده باشه تو دفتر مجله فیلم شاهد یک بحثی باشه بر اساس جمله های این بحث بره خیال بافی کنه، یه آدمای خیال بافی میکنن که اصلا نبودن ندیدن. خیال بافی محض. حالا من به اونجا برسیم میزم. در مورد اینکه چقدر این چیز میکردن اعمال و نفوذ میکردن. نه من اینا میپرسم چون اون میزه گرد من یادمه، من یکی از کسانی بودم که جزء برگزار کنندگان این میزه گرد بودم. زنده یاد اعلامی تو اون میزه گرد بود، سجادی تو اون میزه گرد بود، بود. نجفی بود، پوراحمد بود. آره. چیز بود و علامی حرفای خیلی تندی زد که بعد از اون که مصاحبه چاپ شده بود داره دوشان بله علامی و الوند یکی از شاکیان بزرگ چاپ نشدن اون میزگرد بودن و حتی به ما تهمت زدن که شما اومدین به نوعی جاسوسی کردین، اومدین ما رو آوردین اینجا که ما حرف بزنیم، این حرفا رو بریم بزنیم رو میز رؤسا. که حالا نمیدونم گذشت زمان چقدر و چیا رو ثابت کرد. نه بعدن که من با علامی صحبت کردم علامی دیگه این نظر نداره، چون علامی رو ما دعوت کرده بودیم علامی با منم صحبت کرد، چون در باره فکر که
آره میگفتن که آره. میگفتن این مطالب حرفای ما چاپ نشده ولی ما مسئلهش عواقبش برای ما عواقبش گریبانگیر ما شده. آه. ممکنه این اتفاق افتاده باشه ولی ما تقصیری نداشتیم. آه. به ما گفتن اگر که اصرار دارین این چاپ بشه ما مجوز نمیدیم. خب اگه میخواین در بریم باید اینو حذفش کنیم. این نکته که گفتی بسیار خوب بود. این هفته تو بخش ریویو فیلم‌های ایرانی می‌خوایم درباره فیلم من ساخته سهیل بیرقی صحبت بکنیم. خب فیلم من اولین بار تو جشنواره فجر سال گذشته نمایش در اومد، اکران موفقی داشت، توسط منتقدا مورد تحسین قرار گرفت. بازی لیلا حاتمی به خصوص توی نظرسنجی بعد از جشنواره بین مجلات مختلف و روزنامه‌های سینمای مختلف به عنوان بهترین بازی زن جشنواره 34 برگزیده شد و به هر حال فیلمی بود که توی بحث‌های انتقادی زیاد دربارش صحبت میشه. فیلم تازه به نمایش در اومده، چند روز اول از اکرانش گذشته، فروش نسبتاً خوبی داشته. توضیح بخوایم درباره سابقه سهیل بیرقی بدیم که در این حال به میزانی یه توضیح هم درباره حال و هوای خود فیلم هسته. سهیل بیرقی خب سالها دستیار کارگردان به نامی مثل حالا عبدالرضا کاهانی و واروش کریم مسیحی و بهرام توکلی بوده. در این حال هم دستیاری کارگردانی کرده سینما ایران، دستیار کارگردان یک بوده، دستیار کارگردان دو بوده، هم مدیر برنامه‌ریزی بوده، یه جورایی کارچرخون بوده. یعنی در حقیقت توی فضای پشت صحنه سینما ایران مدیریت فضای پشت صحنه رو به عهده داشته. یه جورایی داستان فیلمش هم درباره اون کاریه که خودش توی سالهای گذشته توی پشت صحنه سینما ایران انجام میداده. یعنی شخصیت اصلی فیلم من به واسه لیلا حاتمی یه کارچرخونه که از آموزش موسیقی تا کارهای مختلف از لیلا حاتمی ما توی این فیلم می‌بینیم. یک جورهای شغلش خیلی ناآشناست، خیلی نامانوس و حقیقت دیده نشده است برای تماشاگر. برای همین من میتونه فیلم گنگی باشه برای تماشاگر، کما اینکه هست. یعنی خیلی از مناسبات شغلی و در حقیقت رفتاری و روابطی کاراکتر زن فیلم با بازی لیلا حاتمی و بقیه شخصیت‌ها خیلی واضح و مشخص نیست. اما بابت شکلی که من هم بابت شکل داستانگویی و هم بابت شکل ساختی که برای خودش در واقع برای فیلم سهیل بیرقی در نظر گرفته، فیلم تازه‌ای هستش برای سینما ایران. همونجا یه شخصیت زن، یه شخصیت زن کارچرخون زبل و زرنگ با معیارهای امروزی داریم که کارهای مختلفی انجام میده، یه جورهایی حتی واسطه است بین پلیس و آدم‌هایی که دارن کار خلاف انجام میدن. و توی این مدل داستانگویی عملا از داستان اصلی یا در حقیقت از فراز و فرود دراماتیک به اون معنا که حالا توی فیلم‌های کلاسیک سراغ داریم خبری نیست. یک شخصیت داریم که شخصیت زنه، اون حواشی و اون پیرامون اجتماعی که حالا این داره توی زندگی میکنه حذف شده و ما از طریق این شخصیت وارد یک سری از موقعیت‌ها، فضاها و در حقیقت شرایطی که قبلا توی سینما ایران دیده نشده میشیم. از این نظر خب فیلم خاصیه، فیلم جالبیه، هم بابت نمایش یک سری از آدم‌ها که قبلا توی سینما ایران کمتر دیده شدن، هم بابت اینکه فیلمیه که میام داستان اصلی نداره، بر اساس یه سری خورده پیرنگ و در عرض بنا شده. مهمترین نکته فیلم اگه بخوایم بهش اشاره بکنیم، خب همونجوری که گفتم خدمتتون عرض کردم، بازی لیلا حاتمی هستش و سال‌ها بعد از بازی فوق‌العاده‌اش تو بیپولی حمید نعمت‌الله، باز یک بازی متفاوت و یک بازی متمایز از اون شکل همیشگی لیلا حاتمی اینجا داریم. بازی فوق‌العاده یا لیلا حاتمی که بهترین بازی‌های مربوط به زنان سال‌های اخیر سینما ایرانه و بازی خیلی خوب امیر جدیدی. یعنی حالا امیر جدیدی که این یکی دو سال نامش بر سر زبان‌ها افتاد و خیلی دیده شد و طرفدار پیدا کرده، بازیش و عملکردش تو فیلم من بهترین چیزیه که ازش دیده شده، حتی بهتر از حضورش در فیلم اجرا وارد میشود مانی حقیقی. و چیزی که بهتون پیشنهاد میکنم موقع تماشای فیلمش دقت کنید، در حقیقت جذابترین ویژگی فیلم هم هست حقیقت رابطه بین لیلا حاتمی و امیر جدیدی هستش که از جالبترین و جذابترین رابطه های یک زن و مرد در سینمای ایران مشخصا در سالهای اخیر. از شماره 5 یک ارتباطی با بدنه سینما داریم. من یادمه که در واقع
رو جلدش فیلم رهاییه و در واقع رسول صدرآمدی که منم باش کار کردم. و من یادمه که تو اومدی تو دفتر ایفا فیلم با من و سباغزاده و دیگران، هنوز خاطرش یادمه، سال 62 صحبت کردی و ارتباطات برقرار شد با بدنی سینما و در واقع گرفتن یک نوع آگهی برای روی جلد از فیلم ها که کم کم تبدیل شد. اصلا اون موقع ما با فکر آگهی برای روی جلد نبودیم. نبودین واقعا؟ اصلا نبودیم. من اینو نوشتم. آه. خب ببین اتفاقا تو همون ایفا فیلم که یه اتاقم رسول صدرعاملی داشت. اون طرف رسول آره. این بنایی بود که رسول صدرعاملی گذاشت. وگرنه ما اصلا به فکر این که رو جلد هم آگهی میتونه باشه اصلا بهش فکر نکرده بودیم. من تصورم این بود که رو جلد یا عکسی مربوط به مهمترین مطلب اون شماره یا یه طراحی گرافیکیه. کما اینکه شماره چهارم که ما درآوردیم عکس پشت صحنه فیلم سفیر بود. اولین شماره مجله سفیر بود. اونم به مناسبت مصاحبه‌ای که من کردم با خودش کرد. مرحوم صالح. بله بله یادم. اصلا به فکر اینکه آگهی اونجا که اومده بودیم با شما صحبت کنیم، خبر بگیریم کی داره چی میسازه. میزانسن هم خوب یادم، رسول بایستاده بود تو درگاه در اتاق خودش، بعد گفت رو جلد شماره بعدیتون چیه؟ گفتم نمیدونم هنوز، باید مطالبش آماده بشه ببینیم کدوم میتونه رو جلد باشه. گفت بیاین خب فیلم منو بذارین رو جلد. من و عباس اونجا بودیم، پولش هم میدم. فکری کردیم که خب، گفتم خیلی چیزه، ممنون از پیشنهادت، ولی همینجوری الکی که نمیشه عکسی رو گذاشت رو جلد، یه مطلبی هم باید ما داشته باشیم. فیلمو ندیدیم، گفت خب بیاین فیلمو من نشون میدم. روی میز موویالا هنوز کپی هم گرفته نشده. نه اکرام نشده بود، پروانه هم نگرفته بود. و بعد اون وقتا نمایش فیلم به طور خصوصی کار سختی بود. خیلی سخت بود. یعنی یا ناقص باید روی موویالا نشون داده میشد که اغلب فیلمسازا دوست نداشتن فیلم ناقص به کسی نشون بدن، به خصوص به منتقدا. یا اینکه باید یه سالن میگفتن که هزینه داشت. اون موقع اصلا فیلم در مرحله ای نبود که بشه رو سالن هم گرفت. که من رفتم یه روز توی استودیوی وزارت ارشاد فیلمو دیدم و یه مطلب نوشتم که گفتم آخه باید ما وقتی که رو جلد عکس فیلمی رو چاپ میکنیم مطلب هم باید داشته باشیم. وقتی که این روال شروع شد که رو جلدای ما حالت آگهی پیدا بکنه، این اتفاق به تدریج اینقدر دیر می افتاد. چون شماره بعدش فیلم اعلامی بود، یه فیلم اعلامی بود، تبدیل شد به یه مصاحبه. همین هم فیلم معروف یه مصاحبه یک صفحه آره، در مورد نقطه ضعف. بعد دیگه این حذف کردیم مصاحبه. شماره بعدش یه در مورد چیز بود، مثلا سریال سربداران بود، تبدیل شد به یه خبر. بعدیش فیلم بازجویی یک جنایت بود، محمد علی سجادی، تبدیل شد به یک خبر. از اونجا به بعدم دیگه عملا منتفی شد. اینقدر دیر معلوم میشد این عکس روی جلد. و این بنای غلط ادامه پیدا کرد به طوری که الگوی نشریات بعدی هم شد. میگی بنای غلط؟ غلط آخه. من به شدت با این جور رو جلدای مجله فیلم مخالفم. از نظر ژورنالیستی اصلا غلطه که یه ما عکس یه چیزی رو، یک فیلمی رو چاپ بکنیم روی جلد که هیچ مطلبی نداریم. خب وقتی در تو از دهه‌ای صحبت میکنیم که هیچ نشریه وجود نداره و منی که صاحب فیلم سناتورم میخوام تبلیغ کنم، تنها من نشریه‌ای که وجود داره مجله فیلمه و دوست دارم عکس فیلمم رو جلد تو چاپ بشه. خب چرا غلط؟ نه غلطه، به نظر من غلطه. شما آگهی میخوای بدی صفحه دو سه ما قبل آخر میخواستیم رنگی میخواستیم میدونم شما میخواستی خب شما آه. که ممکنه که مثلا همه رو با هم بخواید. سینما منظورم یعنی من میدونم ولی از نظر ژورنالیستی این کار غلطیه.
رو جلد ویترین داخل مجله است. هیچ وقت یادم نمیاد تو ستاره سینما رو جلد، منم یادم نمیاد تو ستاره سینما رو جلد آگهی فیلم گرفته باشه. خیلی کم یادم میاد. چرا؟ اونام خیلی اکثر عکس خارجی میگیرن. عکس آدم‌ها به عنوان آگهی پول میدادن. عکس آدم‌ها رو پول میگیرن. شما فکر کن مثلا خیلی فیلمای چیز بوده، فیلم نام گروهبان، فیلم سرگروهبان، فیلم نام کاکو. ببینم فیلم هنری کاری میکرد ولی ستاره سینما دورهای اولش نمیکرد. ستاره سینما اصلا تمرکزش رو فیلم خارجی بود. آگهی خارجی. ولی فیلم هنر این کارو میکرد. نه تنها با فیلم فارسی شروع. آره نه تنها عکس فیلم ها رو به شکل آگهی چاپ میکرد، عکس آدم ها هم پول میگرفت ازش. پس تو اصلا مخالف بودی با این شیوه؟ مخالف بودی. بله ولی با اینکه مخالف بودم از نظر ژورنالیستی هم به نظرم غلط بود و هست، اما یه مشکل اساسی ما رو حل کرد. هم یک چیز بود، یه منبع مالی بود، هرچند اندک، چون سینما یا میدونی که اهل پول دادن زیاد نیستن، دیر میدن. آره. و بعد نکته دیگه این هست که ما اگر قرار بود برای هر شماره یه طرحی پیدا بکنیم، یک چیزی که تناسب داشته باشه، اون شو هم هزینه داشت، همی که کار سختی بود به خصوص تو دهه 60. صحبت میکردیم. ببین شما نقد رو خیلی جدی گرفتید و از اولم نقد اصلا پا مجله فیلم شد، مجله نقد، که من نقد فیلم خودم رو بخونم، نقد فیلم های دیگه رو بخونم و در واقع مجله فیلم جدا از مصاحبه نقدم میکرد، خبرم داشت. اما خب به هر حال اولین انتقادی که به شما وارد شد، منتقدانی که برای فیلم هایی که مثلا با سرمایه بخش فارابی تولید میشد نقد های مثلا نرمتری نوشته میشد و برای این هم فیلم هایی که با بخش خصوصی مثلا من میساختم نقد های تندتری نوشته میشد، این اتهام واقعا درست؟ اصلا همچی چیزی نیست. ببینید، اولا تولد مجله فیلم به شکل ماهنامش با فارابی همزمانه. بله. هر دو تا سال 62 است. بله بله. اولین فیلم تولید فارابی کی بود؟ کدوم بود؟ 63 فکر میکنم. تاتوره بود. تاتوره بود. که سال 63 اکران شد. قبل از اون ما نقدایی داشتیم، در مورد فیلم های ایرانی هم داشتیم. یه آدم منصفی بره اینا رو بخونه، ببینه لحن و برخورد ما با اون فیلم ها چجوری بوده و بعدش چجوری بوده. ببین، من شاید از بعضی ها انتظار نداشته باشم، ولی تو فریدون، تو مورخ سینما ایرانی، من از تو انتظار ندارم که رو هوا حرف بزنی. حالا من نمونه بهت میگم از حرفای خودت. نقد برای ما همیشه جدیترین بخش مجله بوده. علت این که فیلمسازان ایرانی که اون فیلمسازای سالهای اول همونایی بودن که قبل از انقلاب هم کار میکردن دیگه، یه دفعه فیلمساز که متولد نشد که، همون یه عده ای از فیلمسازایی که قبل از انقلاب کار میکردن خیلی زیر ذره بین نبودن، اونها اومدن توی تعاونی ها اینا شروع کردن فیلم ساختن. اونها چون با
فضای مطبوعات و سینمای قبل از انقلاب به اصطلاح آموخته شده بودن، خب روش مجله فیلم براشون عجیب بود، خب که میگفتن آقا ما آگهی دادیم، پول دادیم به اینا، بعد برداشتن پنبه فیلم ما رو زدن. مگه میشه همچی چیزی؟ همچی چیزی اتفاق نه. شما ببین قبل از انقلاب نقد فیلم ایرانی توی مطبوعات سینمایی چجوری بود؟ خب اصلا نقد فیلم ایرانی نه، فیلم هایی که مال در از موج نو به بعد بود، تک و توک فیلم های نقد میشد و اونها چون فیلم های برتر بودن، نقد های مثبت بود، نقد منفی بنابراین اصلا نقد منفی وجود نداشت، مگر مواردی مثل دکتر کاووسی یا کسان دیگه ای اوایل 40 آره که اونا دیگه اصلا حسابشون جدا بود، اصلا میزد از هستی ساقط بکنه. اولی کسایی که سینما ایران جدی گرفتن و ناچار بودن جدی بگیرن برای که فیلم خارجی نبود شما بودین دیگه، که فیلم ایرانی در واقع جریان نقد مداوم و جدی برای فیلم ایرانی وجود نداشت قبل از انقلاب. نه کم دهه 30 مقدار کم بود، دهه 40 مقدار کم بود. من به طور مثال فیلم محبوب من و تو هم هست، فیلم تنگنا، خب که اسمش اینه که فیلم محبوب منتقدان بود و من حتی مطالب اینقدی یه پاراگرافی که توی مطبوعات اون زمان بود اینا رو بریدم جمع کردم، خب یک دونه نقد به معنای نقد در مورد تنگنا وجود نداره. میتونیم نتیجه بگیریم که جریان نقد سینمای ایران در قبل از انقلاب اصلا وجود نداشته و در واقع اگر هم وجود داشته رابطه ای بوده، به ندرت هم سر موردی تک و توکی اتفاق افتاده تو نشریات غیر سینمایی. به نظر من تو سینمایی هم باز موردی آره. بوده آره. نه تو نشریات غیر سینمایی، نشریات غیر سینمایی جدی ترش بوده. بوده بله تا نشریات سینمایی بیشتر فارغ از این بده آره. آره. مثلا روزنامه کیهان صفحه نقدش مهم بوده، سی پی سی نقدش مهم بوده، رودکی بوده، نگین بوده آره. بله یعنی مجلات سینمایی نقداش مهم نبوده، نقد غیر تو مجلات غیر بله. سینمایی مهم بله. بودن، ولی شما نقد چی کردید؟ ما وقتی که این کارو کردیم و جدی بنا رو برای این گذاشته بودیم که هر فیلمی اکران میشه، خارجی، ایرانی، بد، خوب، آشغال، شاهکار، همه اینا رو نقد کنیم. حالا برسیم همین این موضوع رو تموم کنیم که ببین بعد همین مسئله باعث شد که یه چالشی بین شما و بدنه سینما بود بیاد بله. و دوستان بگن که نقد نمونه به شما بدن. تحریم نه، اولش قبل از یه تحریمی که اتفاق افتاد تو در جریان تحریم سال 67 قبل از اون ما این کلنجارا رو داشتیم با تو، با رضا موسوی، با سباغزاده، با فخیم زاده، کامران قدکچیان، با اغلب کسایی که اون موقع جزء بدن سینما بودن، با زندباف این بحثا رو داشتیم. بودیم آقا ما نگاهمون به سینما اینه، جدیه، اون شکلی که شما داریم میگی من نمیفهمم چیه، اگر که بلدین چون الگو بدین به ما، خودتون بنویسیم ببینیم مثلا منظور شما از نقد چیه، که از همه طبعا تن به همچی کاری نمیدن، تنها کسایی که دنبه تله دادن یکی یه بار تو بود، یکی هم فخیم زاده فکر کنم من که البته به خاطر فیلم خودم نقد نوشتم. آره نقد آره تو نقد فیلم خودت رو نوشتی. آره من بعد فخیم زاده یادم نمیاد نقدم بوده چی نوشت. منم یادم نمیاد یه فیلم دیگه نوشت به تو نوشت آره. چاپم کردی شما چیزی که میگم مثلا سیروس الوند یکی از کسانی بود که این تئوریش بود که شما وقتی نقد میکنین باید توجه داشته باشین که این فیلم‌ها در چه شرایطی تولید میشه. من گفتم که اون شرایط تولید یه بحث دیگه است، اونو میتونیم گزارش تهیه کنیم، بشینم با خودت مصاحبه کنم، با یه مسئولی، با یه فیلم برداری تهیه کننده مصاحبه کنیم که تعریف کنه این فیلمی که تو ساختی در چه شرایطی ساخته شده. ولی نقد یه کار دیگه داره میکنه، یه کار نقد اصلا کاری به شرایط تولید نداره، اگر هم داره در واقع یک چیزهایی که باز به کیفیت مربوط میشه. خب این نوع برخورد مجله فیلم براشون قابل هضم نبود. نتیجه همین برخوردا باعث شد که تو اصلا نقد خیلی فیلم‌های ایرانی رو دیگه بذاری کنار. خب اصلا یه چیزی ببین این از همون اشتباهاییه که اخیراً مسعود فراستی توی مجله هفت برنامه هفت تکرار کرد،
چون چند سال پیش که شما رفته بودین با هم دیگه در مجله 24 یک میزگرد داشتین با هم فراستی و افخمی و یادم نیست دیگه کی بود، اونجا هم همین حرف رو زد و باز تعجبم از این بود که تو به عنوان مورخ تصحیح نکردی اینو. ببین ما وقتی که بنا رو بر این گذاشتیم که هر فیلمی میاد گفتم از آشغال تا شاهکار اینا رو نقد بکنیم، خود کار سختیه دیگه. و بعد اتفاقا با اون سازندگان فیلم های زیر متوسط بیشتر ما مشکل داشتیم تا اونایی که فیلم های بالای متوسط می ساختن. و تو یادت میاد که من به دلیلی که احساس میکردم همکارای دیگه منتقدای مجله نمیتونن لحن خودشون رو در مورد فیلم های زیر متوسط کنترل بکنن، اغلب اونجور فیلم ها رو نقدش من مینوشتم که بتونم کنترل بکنم این نقد، یعنی بلدم این کارو بکنم که حرفمو بزنم ولی تحریک نکنم، توهین نکنم به کسی، تحریک نکنم، برافروختش نکنم. دیدم که تمامی نداره و بعد رسیدیم به اون تحریم شما. میگی شما مجمع تلفاری به توضیح کنندگان مجمع تلفاری به تو که یکی از مغزای متفکرشون بودی. نه خیر بخواه. بعد رسید به اونجا، ما کوتاه نیومدیم، ما گفتیم که خب حالا که وضع اینجوریه ما داریم به شما اهمیت میدیم ای زیر متوسط، ما داریم اهمیت میدیم، اگر که مجله فیلم نباشه همون چند خط جدی رو ننویسه که اصلا کسی یادش نمیمونه که همچی فیلمی ساخته شده، اون وقت شما میایید تحریم میکنین ما رو. بنابراین گفتیم آخه چه کاری، ما بیاییم فیلم هایی که نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرت میخوره نه چیزی به سینمای ایران به تماشاگر فیلم ایرانی اضافه میکنه، ما بیاییم وقتمون رو صرف اینا بکنیم بعد آخرش دعوا کنیم، این انرژی که اینجوری تلف میشه این انرژی رو میتونیم صرف فیلم های بهتر صرف مطالب بهتر بکنیم. و اونهایی که به خصوص مسعود فراستی که هم توی اون 24. میزگرد 24 گفت و هم به هفته پیش توی برنامه 7، آقا اصلا من نمیفهمم این مجله فیلم وجود داره 34 سال در میاد، بعد از اون به قول ایشون توبه نامه این شماره هاش داره منتشر میشه. خب بخش نقد همچنان مهمترین بخش مجله هست. ببین میتونم بگه که مثلا من یه روز گل مکانی دیدم از دم دفتر فلانی رد میشد، فکر کنم رفته بودن یه توطئه با بهمانی انجام بدن، یه نفر میتونه این خیال پردازی رو بکنه، ولی چیزی که وجود داره ثبت شده که اینو که نمیشه منکر شد که، یعنی چیزی به اسم توبه نامه نیست اصلا، واژه نه توبه نامه، ندامت بابت صرف انرژی وقت و صفحات مجله برای فیلم هایی که ارزش نقد ندارن، از این ابراز ندامت کرده بودم. و بعد گفتیم از این به بعد دیگه اینجور فیلم ها رو نقد نمی کنیم، فیلم های مهمتر نقد می کنیم و نقد فیلم وجود داره تو مجله. تفاهم تاریخی که شاید من هم در یک جایی گفته باشم این جمله رو که حالا تو هم گله داری قضیه رو، مجله فیلم سیاست‌های فارابی رو در دهه 60 قبول داشت و اون سیاست‌ها رو تایید می‌کرد؟ ما هیچ چیز مطلق نیست، من شخصا دارم میگم تو مجله فیلم این اتفاق افتاد، بعضی از اتفاقهایی که اون دور افتاد تایید میکنم، بعضیش هم تایید نمیکنم. تو خود مجله وجود داره، نوشته شده. خب در سال در نوروز سال 64 یک سال و نیم از چیز گذشته بود، عمر این چیز، در شماره 8 من یک مطلبی نوشتم به اسم سیاست متوسط سازی، در واقع یک حالت سرمقاله داشت و بررسی روشی بود که این مدیران جدید سینما در پیش گرفته بودن
و اینو نوشته بودم که این کاری که شما دارین میکنین و این نگاهی که به سینما دارین و این کنترل همه جزئیات، خب از لیست عوامل فیلم گرفته تا اندازه سیبیل مثلا یک بازیگری توی تست گریم، این منجر به فیلم‌های خونسا میشه. در نهایت شما خیلی تلاش بکنین فیلم‌های متوسطی، تیترش بود سیاست متوسط ساز، یادشون میره مردم. یعنی حالا یه عده‌ای که اون موقع اصلا به دنیا نیومده بودن یا بچه بودن، تو که مورخ سینما ایران هستی تو هم یادت میره. من میتونم چیز بیارم، فکت بیارم دونه دونه، مردم چیز آورده، همون ادعایی که تو مصاحبه میزگرد کرده بودی برات آوردم. خب ما برخلاف کسانی که دوست دارن نعره بزنن، ما گیرم با نجوا با زمزمه حرفامونو زدیم و حرفای مهمی هم زدیم. منتها جو جامعه جویه که چیز میخواد، فریاد بیشتر دوست داره. باز برای که سوء تفاهم تاریخی چیز بشه، ارتباط ارتباط سازمان یافته بین شما و فارابی وجود داشت؟ یعنی فارابی میشست میرفتین تو جلسات فارابی ما. یعنی اصلا فکر منی، یعنی در واقع این ارتباطی وجود داشت؟ اینو میخوام باز کنم. ما به عنوان منتشر کنندگان تنها مجله سینمایی مملکت که تمرکز روش بود، حساسیت وجود داشت روش و هم برای مسئولان مهم بود و هم برای اهل سینما، خودت میدونی مهم بود که چی مجله فیلم چی داره مینویسه، و به دلیل اینکه سعی میکردیم حواسمون جمع باشه ببینیم کجا داره چی میگذره، سعی میکردیم که از هر امکان موجود برای به دست آوردن اطلاعات استفاده بکنیم که بتونیم آگاهانه تر کار بکنیم. بنابراین البته با انوار که بعضی وقتا ممکن بود احضار بکنه یه چیزی رو بخواد بهمون بگه، یک جلسه بریم. من یادمه که احضار کردیم، هممونم بودیم، یعنی یادم با انوار یکی دو بار بیشتر ما جلسه نداشتیم. تو اون جلسه رهنمود داد به شما؟ نه هیچ وقت، نه انوار نه بهشتی هیچ وقت رهنمود نمیدادن، کلی حرف میزدن، کلی حرف میزدن. و در مورد بهشتی اتفاقا اینجوری بود که ما برای اینکه اطلاعات به دست بیاریم ما ازش تقاضای جلسه میکردیم. با بهشتی بیشتر جلسه تشکیل دادیم. بله جلسات ما بهشتی بیشتر بود. بیشتر بود، البته بیشتر که بود ممکن بود در تمام اون دورانی که بهشتی از سال 62 بود تا 72 دیگه 10 سال بود. 10 سال شاید مثلا 7 8 تا ما جلسه داشتیم در 10 سال. و ما بودیم که پیشنهاد میدادیم، تقاضا میکردیم، میخواستیم بریم بپرسیم و حتی غیر مستقیم مثلا کلک بزنیم، حرف بکشیم ببینیم اوضاع چجوریه. این توی اون شرایط حساس فکر میکردیم که این جزء کارهایی که باید بکنیم. تو اون جلسات بهشتی نظر راجع به مجله شما میداد یا نه راجع به سینما ایران کن یا نظر میداد؟ آره مرتب انتقاد میکرد، اما شاکی بودم میشه. آره شاکی بودنش از چه منظری بود؟ از منظری بود که شما روشن فکر بازی در میارین. به یک آخه ببینید هر کسی که یک کاری میکنه تو یک زمینه ای و خیلی بابتش زحمت میکشه یا فکر میکنه خیلی زحمت میکشه، دلش میخواد به چشم دیگران بیاد. به هر حال اونها توی اون 10 سال توی ارشاد توی فارابی خیلی کارا کردن که دیده نشد. خب خیلی ها نمیدیدن، طبیعی هم هست که نبینن. خب تمام اون تلاش هایی که میشد برای بودجه گرفتن، اصلا قبولوندن سینما به حاکمیت. تو یادت هست؟ یعنی خیلی ها یادشون میره دهه 60 چجوری بود. خیلی این نکته مهمی شرایط دهه 60. من به اون قضیه میرسم، میگم مفصل در مورد اون قسمت حرف دارم. در مورد دهه 60؟ در مورد دهه 60 مسئله که خیلی ها نمیدونن، بهشتی به دلیل اینکه و انوار به دلیلی که خیلی تلاش کردن اون موقع، اصلا اون موقع
میتونه سینما وجود نداشته باشه، میتونه سینما بسته شه، بسته بشه. آه. و اینها باید یک کاری میکردن، یعنی در واقع حفظ ظاهر سینما رو برای کسایی که اصلا دلشون نمیخواست سینما وجود داشته، ظاهرش رو حفظ میکردن، یه ظاهر آبرومندی. و بر خاطر همین بود که جوری مطرح کردن که وجه سرگرمی سینما رو اصلا نادیده میگرفتن یا وانمود میکردن. در دهه 60 اصلا برنامه تلویزیونی زنده غیر از اخبار ما چیزی داشتیم؟ نه، هیچی نداشت. اصلا هیچی نبود. آره. برنامه سینمایی بود، زنده نبود. برنامه نه، سینمایی کارم اصلا برنامه، یعنی میخوام فضا رو بگم. آره. برنامه زنده وجود ویدیو هم ممنوع بود. ممنوع بود. یادشون میره. ندیدن. یه دیگم. وقت میگم بر اساس فضای امروز، وضعیت امروز میان در مورد مجله فیلم در دهه 60، اون موقع جان فورد که محبوب عده زیادی از سینماگرها و علاقمندای سینماست، جان فورد یک دست راستی امپریالیست بود که این همه سال به سرخپوستای آمریکا ظلم کرد. یادت هست؟ هیچکاک هم اینطور بود. هیچکاک عامل امپریالیسم بود. وحشت، تعلیق، هیجان، اعمال لغو و بیهوده بودن. ما آدم‌های، اعتراف میکنم، ما آدم‌های مبارز و جسور به معنای اون چیزی که آقای فراستی یا خیلی های دیگه برای شاخ تو جیب ما گذاشتن انتظار داره، ما نبودیم، نخواهیم هم بود. میخوام اینو بدونم که آیا آدم محافظه کار، من که هر بعضی وقتا دو پرده هم بالاتر میگم، مثلا ترسو، خب آدم محافظه کار یا ترسو حق نداره فیلم نقد بکنه، حق نداره مجله در بیاره. خب بابا یه مجله هم بذارین اینجوری، شما آدم های شجاع و جسوری هستین، برین مجله خودتون رو در بیارین، نقدای خودتون رو بنویسین، خواننده خودتون هم داشته باشین. به ما چه کار دارین؟ مگه ما با شما کاری داریم؟ هفته تو بخش ریویو فیلم‌های خارجی می‌خوایم درباره لژند آف تارزان، افسانه تارزان ساخته دیوید ییتس صحبت بکنیم. شخصیت تارزان شخصیت شناخته شده و معروفیه در تاریخ سینما. خب شخصیتیه که قبل از اینکه توی سینما‌ها ازش اقتباس بشه، فیلم‌ها یا حالا سریال‌ها، انیمیشن‌های مختلفی داشت بر اساس شخصیت تارزان ساخته بشه، از طریق ادبیات و از طریق دقیقاً یک نویسنده‌ای به اسم ادگار رایس بورو توی قرن 18 وارد جهان داستان شد. تارزان پسر بچه یا نوزاد یک خانواده متمول انگلیسیه که توی قرن 18 و اواخر قرن 18 بعد از در حقیقت مهاجرتی که اونها میکنن به یک سرزمین آفریقایی و بعد از اتفاقی که براشون میفته، خانواده تارزان در حقیقت خانواده اون نوزاد کشته میشن و اون بچه باقی میمونه و توسط حالا میمونها، گوریلهایی که توی جنگل هستن بزرگ میشه. این جوری میشه پسر جنگل و پسری که با حیوانات ارتباط داره. خب تارزان برای خیلی‌ها شناخته شده است، فانتزی پسرانه خیلی از ماها بوده سالهای گذشته، توی کودکیمون خاطرهای خیلی در حقیقت هم از کامیک بوک‌های تارزان هم از انیمیشن تارزان خاطرهای خیلی خوبی داریم. فیلم جدید که توسط دیوید ییتس ساخته شده متاسفانه فیلم خوبی نیست. دیوید ییتس کارگردان شناخته شده بابت کارگردانی دوتا قسمت آخر مجموعه هری پاتر که حالا فیلم‌های موفقی بودن، هم فروش خیلی خوبی داشتن، هم توسط در حقیقت خوره ها توسط کاربرای اینترنتی خیلی مورد استقبال قرار گرفتن. اما فیلم جدید افسانه تارزان یه مشکل اساسی داره، یعنی مشکل اساسی اینه که خواستن یک نسخه بروز، یک نسخه بر اساس ایده ها و مقتضیات امروز به تماشاگر ارائه بدن که در حقیقت یک توجیهی باشه، یک بهانه‌ای باشه برای ساخته شدن تارزان. چون حالا آخرین نسخه‌ای که از تارزان ساخته شد دیده شد انیمیشن سال 1999 دیزنی بود که خیلی هم خوب موقع دیده شد و انیمیشن خوبی هم بود، یه اسکار هم گرفت به خاطر ترانش با صدای فیل کالینز. اما خب حالا اینا دنبال توجیه بودن. عملا نسخه جدید، فیلم جدید تارزان
گیر کرده بین در حقیقت این تردید اینها برای اینکه یک منطق یا یک توجیه امروزی براش بتراشن، یا اینکه نه همون داستان قدیمی تارزان روایت بکنن. فیلم هم توی دو ساعت داستانگویی جریان داره. یه بخشی ما به صورت فلاش بک می‌بینیم که این بچه، این شخصیتی که الان تارزانه، توی بچگی چجوری توی جنگل در مواجهه با حال حیوانات و طبیعت توسط گوریل‌ها و میمون‌ها و بقیه حیوانات بزرگ شده. یه بخش دیگه می‌بینیم که این توسط در حقیقت یک سری ارتباطات سیاسی که بین ایالات متحده آمریکا و بریتانیا هست برای حل یک مناقشه‌ای که در آفریقا به وجود اومده توسط پادشاهی بلژیک، قرار دخالت بکنه و این ماجرا رو فیصله بده. این ماجرای امروزی که تارزان به عنوان نماینده حالا اون غرب خیر یا اون غرب مصلح یا اون غربی که حالا خردمنده یا عاقل وارد عمل میشه و میخواد یک منطقه ای رو از چنگال استعمار و حالا اون در حقیقت ایده های شرارت آمیز اون پادشاه نجات بده. طبق معمول، طبق در حقیقت فیلم های مهم هالیوود جریان اصلی سالهای اخیر، شخصیت منفی، شخصیت خبیث فیلم رو کریستوف والتز بازی میکنه بدون هیچ ویژگی خاص یا حالا خلاقیت خاص که متمایزش بکنه نسبت به فیلم های قبلی. در حقیقت بازیگر اصلی هم الکساندر اسکارسگارد که قبلا تو سریال ترو بلاد شبکه HBO و توی فیلم ایست دیده بودیمش، تو فیلم ملانکولیا لارس فون تریام انتخاب زیادی در حقیقت سوسولی یا باسمه یا چجوری بگم زیادی دخترونه برای بازی در نقش یک پسر نخراشیده و نتراشیده که ما به عنوان تارزان حالا توی داستان‌ها سراغ میاریم و به جا میاریمش. فیلم عملا خیلی ویژگی خاصی نداره، اما خب میگم برای اونهایی که علاقمندن به شخصیت تارزان، به داستان‌های تارزان و در این حال دوست دارن یک فیلم حالا اکشن پرخرج امروزی هالیوودی تماشا بکنن، تماشاش خیلی خالی از لطف. هویت یک نشریه چگونه به وجود میاد؟ شما هویتتون از جریان روشنفکری گرفتین، جریان روشنفکری خودشو در مجله شما دید، این چجوری به وجود میاد؟ یعنی در واقع شکلیش چیه؟ یعنی این برای تاریخه، اتفاقهای تاریخیه که بدون اینکه ما قصدشو داشته باشیم میفته. اصلا اینکه مجله فیلم که من اون رویاهای خیلی کوچولو رو محدود در موردش داشتم و یه دفعه بعد از یک سال تبدیل شد به یک پدیده که همه منتظرش بودن، اینو ما تصمیم نگرفته بودیم. شرایط اون روزگار یک برهوتی بود، یک فضای خیلی خشک و انگار غیر قابل انعطافی بود که یه دفعه این مجله فیلم انگار یه چیز دیگه ای داد، یه نسیمی مثلا توش میوزید. برای همین اومدن، یعنی حتی سینماگرایی هم که زخمی بودن از چیز، از نوشته های مجله فیلم، کنجکاو بودن، میخریدن و براشون مهم بود. اگر مجله فیلم قرار بود 5 سال دیگه، 10 سال دیگهش در بیاد، نمیتونست موفق بشه و نمیشد. اینه دوره که دوره های مختلفی که مجله داشته، حتی در دوره اصلاحات و بعد از دوره اصلاحات هم مجله فیلم همیشه سعی کرده سبک خودش رو نگه داره و تأثیرات شرایط سیاسی بروز زیادی تو نشریهش نکنه. این عمدیه، یعنی در واقع این روحیه ماست. این روحیه ماست. یه مقدار میگم واقع بینی ما، به هر حال از تجربه های زندگی باید پند بگیریم دیگه. وقتی که میبینیم جریان هایی میاد میره، ممکنه که در دل اون اتفاق آدم جوگیر بشه، دست به یک عملی بزنه و پشیمون بشه که خیلی این اتفاق براشون افتاده، ولی ما خیشتنداری میکنیم که دست عمل سال... نزنیم که بعد تشیمون. آره، 5 سال میگذره میبینیم عجب کار درستی کردیم، چقدر کار خوبی کردیم که اونجا موزه گیری نکردیم. چون آلوده شدن به سیاست، حتی نوع خوبش که حالا سیاست من نمیدونم اصلا نوع خوب داره یا نه، حتی نوع خوبش هم برای کار فرهنگی مضره. ما قبل از اینکه اصلا از این دهه 60 دور بشیم، اون چیزی که گلایه کردم از تو به عنوان مورخ بگونه، که نباید رو هوا حرف بزنه، تو چیز 24 شما گفتی که شرایط مجله فیلم در این سالها به شکلی است که مجبور است از شیر سنگی و در مسیر تندباد دفاع کند و فلان فیلم فارسی بخش خصوصی را بکوبد. من نمیگویم شیر سنگی یا در مسیر تندباد فیلم های بعدی هستن فلان،
بعد اینجا میگه بله شاید کارگردان نارونه در موقعی که فیلمش را میساخته خیلی نمیدانسته دارد چه کار میکنند، ولی حالا که فیلمش مورد استقبال اینها قرار گرفته و نقد ها نوشته شده، باید فیلمی بسازد که منتقدهای مجله فیلم بپسندند. اشتباه نگفتم اینا. گوش کن. بعدش. خب. نوشتم که از به طور مشخص از فیلم‌های شیر سنگی و در مسیر تندباد و نارونی به عنوان مصداق‌های حرف هم بردی که ما چون اینا رو سیاست‌گذاران از سینما خوشون میومد ما باید پیروی می‌کردیم از این. ادعا کردن که کاری ندارد، اما این آقای فریدون خان پیاده شود تا با هم برویم و نقدهایی که ماهنامه فیلم در مورد همین سه فیلم نوشته مرور کنیم. در مورد فیلم شیر سنگی یک نقد و یک یادداشت در شماره 53 شهریور سال 66 چاپ شده. نقد مفصل تر را محمد جعفری نوشته که چند جمله صریحش را که به درد این بحث می‌خورد جهت عبرت آقای فریدون و باور کنندگان حرفایش در اینجا نقل می‌کنم. از اون نقد دارم. در قلب فیلم شور عرفانی احساس می‌شود، اما مفاهیم سیاسی تاریخی فیلم به رغم ظاهرش کم رنگ‌تر است. از نظر کارگردانی بسیاری صحنه‌ها در ایجاد کشش‌های لازم نمایشی ناموفق است. فیلم از بسیاری دیالوگ ها که برخی از آنها با گویش محلی و نامفهوم است رنج میبرد. شیر سنگی اگر در تصویر سازی هم به همان قوت فیلم نام عمل میکرد جای گفتگوی بیشتری داشت. این در مورد شیر سنگی. جمله آخر یادداشت شهرام جعفری نژاد هم حاوی اساره نظر او در این نوشته کوتاهش است که اینه: جعفری جوزانی جاده های سرد را بر سنگ سادگی بنا نهاد، شیر سنگی را بر سنگ ساده انگاری. در مورد در مسیر تندباد اصلا هیچ نقدی چاپ نکردیم که این نوعی اظهار نظره دیگه. فقط یک گفتگو با آهنگسازش فریدون شهبازیان داشتیم و قرار بود گفتگویی به شکل نقد رو در رو با کارگردان داشته باشیم که نشد. خب این چه جور حمایت ماهنامه فیلم از فیلم های مورد توجه سیاست گذارانه؟ حالا اینو گوش کن. در مورد نارونه ای ماهنامه فیلم سه نقد در شماره 97 در آبان 69 چاپ کرده. نقد اول رو خودم نوشتم که با این جمله ها شروع میشه: خب حالا تکلیف ما چیست؟ تکلیف آنهایی که نارونه ای را دوست ندارند در برابر موفقیت ها و تحسین های جهانی فیلم. این شروعشه و با این جمله ها تموم میشه. نارونه نشانگر نوع سینمای مورد علاقه سعید ابراهیمی فر است. ما که نارونه را دوست نداریم او را ملامت نمی کنیم که چرا این نوع سینما را دوست دارد. لطفا کسی هم ما را ملامت نکند که چرا این نوع سینما را دوست نداریم. اگر قرار هست که توی این سه تا نقد دنبال یک سیاستی بگردی، طبعا تو نقد من باید پیدا کنی دیگه، چون من یکی از گردانندگان مجله هستم. خب من اگه بخوام سیاستی پیدا کنم تو سه تا نقد میگردم، ولی اینکه تو یک فیلمی رو بهش اهمیت میدی سه تا نقد میکنی و در موقعی که در یک سری فیلم هایی روی سه تا نقد نمیکنی. اما من اینجا نشستم که با تو چالش کنم، من انتقادات تو رو گوش میدم که تو بگی، آره تو حرف بزنی. آره من اصلا نه بس آره. اگر که نه نه ببین منظور من الان من سه تا ما نقد داشتیم. ببین منظور من شاید از این بوده که در واقع شماها همین که سکوت کردین در مورد در مسیر تون باد نمیخواستین نقد منفی رو بشه. ما در مورد خیلی از فیلم ها سکوت کرد. آره آقای فریدون ببین ما در برابر چیزهایی که به اصطلاح چالش کردن و درگیر شدن باهاش چیزی نصیب ما و خواننده نمیکنه، مگر دیوانه ایم که بیایم وقت خودمون رو اعصاب خودمون رو تلف بکنیم؟ خب اما
همه این چیزها، محافظه‌کاری ها، ترس، پیروی از سیاست های فارابی و ارشاد، خب همه این چیزهایی که نسبت داده میشه به مجله فیلم، من میخوام ببینم این تأثیری که تو یک نسل از همین سینماگرای جوونه که این سالها اومدن و تو یک نسلی از سینماروها گذاشت، اینها واقعا با ترس، با احتیاط، با کرنش، با دنبال روی، با موسموس کردن دنبال مسئولان، با اینا اتفاق افتاده؟ یعنی میتونه اتفاق 34 سال. ببین اصلا اولا که من نظرم در مورد مجله فیلم این چند جمله نیست که اونجا گفتم. نظر من در مورد مجله فیلم اینه که یکی از موثرترین و تاثیرگذارترین و جریان سازترین مجله است. این یک، یعنی که جریان سازه مجله، که جریان سازه مجله یکی مهم. از یا جریان سازترین و مهمترینه. یکی هم نیست، فقط تنهاست که جریان میسازه. بنابراین نشریات دیگه هم هستن که سعی کردن جریان بسازن ولی جریان نساختن. این که ما راجع به اون جریان ها بحث کنیم، تحلیل کنیم، داستان دیگری است. اما من اگه بخوام یه جای دیگه بنویسم، باید بنویسم مجله فیلم یکی از مهمترین، معتبرترین و بهترین مجله ایه که در یک دوران در اومده و جریان ساخته. این جملاتی که من نوشتم راجع به اینه که در این جملاتی که گفتم در مورد اینه که یک دوره مجله فیلم، همون سینمایی که الان تو خودت الان انتقاد کردی، سینمای سرگرم کننده که گفتی که ارشاد یعنی فارابی، اون سینما رو به فراموش سپرد. مجله فیلم هم اون سینما رو جدی نگرفت. آقا نمیتونستیم اصلا. خیلی عجیبه واقعا. باز میگم با از منظر ببین از منظر امروز میتونستیم رو در همون زمان هم خیلی معتقد نیستم که نمیتونستیم. من ما بر اساس روحیه خودمون داریم زندگی میکنیم. نه ببین نمیتونستیم رو خیلی ببین من معتقدم میتونستید یک جریان سینمایی سرگرم کننده که خوبه، من اصلا به جریان سرگرم کننده سینمای بد که اصلا معتقد نیستم، حمایت این کما اینکه بعدها مجله فیلم حمایت میکنه از خیلی فیلمهایی که اون موقع جریان سرگرم کننده. در دهه 60 سرگرمی عمل لغو و مکروهی بود. چرا اینو یادت میره تو؟ عمل لغوی بود. تلویزیون یادت بیاد، فضای ارشاد یادت بیاد، مطبوعات یادت بیاد. اما یک چیز احساس میکنم، ببین خود ما یعنی یک نسلی هم که از سینمای فارسی، یک ابتذال سینمای فارسی رو نمیخواست دوباره تو سینما زنده بشه که تو و خیلی های دیگه بودین، در واقع احساس میکردین که نباید از یک سینمایی که دوباره زنده کننده یک ابتذالیه دفاع کنین. نمیگم شما مثل دکتر کاووسی فکر میکردین، اصلا مثل دکتر کاووسی فکر نمیکردین، اما در واقع این تفکر تو یک جنس منتقدانی که از شماها دهه 60 گره بود. بنابراین جدا از این که سرگرمی فلان بود، تفکر خود آدم هم بود. تفکر خودمون هم بود. آره. ولی اگر که مثلا من به عنوان یک دوستدار فیلم اشک‌ها و لبخندها در دهه 60 نمیتونستم این علاقه رو ابراز بکنم، خب یا احتیاط میکردم یا اصلا میترسیدم. الان اجازه اگر فکر میکردم که اگر که من بگم فیلم مورد علاقم فیلم اشک‌ها و لبخندهاست، اون کسایی که رو ما فوکوس کردن و دارن نظارت میکنن بر ما، اونها یه فکر و خیالای دیگه میکنن، بعد به یه شکلی مشکل برامون ایجاد میشه. ممکنه اشتباه میکردم ولی نمیتونم قطعا بگم اشتباه میکردم. ما تو اون فضا زندگی کردیم، تو اون فضا زندگی کردی. خب و من اصلا اینو میخوام بپرسم، اون کسانی که با نوع نگاه مجله فیلم مشکل داشتن، انتقاد داشتن بهش، خب و اومدن طرحی نو در اندازن، خب هر ست جریان در دشمنی با چیز مجله فیلم شروع کردن، همین آقای فراستی و افخمی توی سوره و اینا، شما و دوستانتون در مجله گزارش فیلم، آقای علی معلم توی مجله چیز، همه اینا با صراحت گفتن که ما چشم دیدن مجله فیلم رو نداشتیم، برای مقابله با این نوع نگاه مجله فیلم اومدیم مجله را انداختیم.
خود شما و دوستانتون تو گزارش فیلم که سر فیلم داوودی سفر جادویی که رفتین شکایت کردین از مسعود مهرابی که نقد منفی نوشته بود، خب این خیلی چیز عجیبی بود واقعا. من بدم نمیاد که این مسئله بحث بشه. ببین من تو مجله گزارش فیلم یکی از آدمهای موثر بودم، آدمهای موثر دیگری هم تو مجله گزارش فیلم بودن. به اون مجله میخواست یه جریان دیگری رو دنبال بکنه، به یه جریان وسط سینمای روشنفکری و سینمای فارسی رو دنبال کنه اگه بخوام تحلیل کنم. یعنی اون سینمای اجتماعی رو میخواست دنبال کنه که سینمای اجتماعی کم کم خودش به جریان روشنفکری تبدیل شده بود. اما مجله هفته‌نامه سینما که به هر حال منتشر شد که به سرنوشت فیلم هنرم دچار شد، این بود که میخواست در مقابل شما که شده بودین ستاره سینما، از فیلم، از سینمای فارسی، هویت سینمای فارسی و بدنه سینما دفاع کنه و به همین دلیل هم اصلا شکل گرفت. یعنی کسانی که دورش جمع شده بودن به دلیلی که احساس میکردن شما داریم میریم به سمت جریان روشنفکری و یک جریان، یک روزنامه دیگه، یک مجله دیگه میخواد که از بدنه سینما، که حالا واژه بدنه سینما رو شاید بعضی دوست نداشته باشن، این واژه رو اولی ما آره بدنه سینما دفاع کن. بنابراین در واقع اون تجربه هم در واقع به نظر من شکست خورد، به خاطر که این مجله فیلم هنر که شکست خورد، اون تجربه هم شکست خورد. و من به همین دلیل میگم پایداری یه مجله که مونده و جریان ساز شده الان باید ثبت بشه در تاریخ. اینا رو رد نمیکنم، ولی میخوام بگم که جدا از شرایط دهه 60 تفکر ما هم موثر بود. یعنی در واقع جریان دهه 60 بود، ما همه تو جریان دهه 60 نفس میکشیدیم، ما مخلوطی از خودمون هستیم و شرایطمون، آره مخلوطی از خودمون هستیم و شرایطمون. اون خود شما هم یک جوری الان اگه تو بخوای تاراج رو نگاه کنی به عنوان مثال، چگونه نگاه میکنی؟ نقد تاراج هم خودت نوشتی، چجوری نگاه میکنی؟ تاراج این مهمیه؟ من سالهاست ندیدم واقعا. بله اگه الان بخوای نگاه کنی، الان ندیدی تازگی ها فیلم تاراج؟ تازگی ها من ندیدم، از همون زمان دیگه من فیلم رو ندیدم. اما اگه بخوای به فیلم های حادثی، فیلم های دیگه بوده که فیلم های مشابه اون که دیدم واقعا چیزه. اگه الان اگه بخوام نقد بنویسم خیلی تندتر از نقد اون موقع خواهد بود. خب مثالی داری؟ مثال ترجیح میدم مثال نزنم. خب مثال نزنم. آره. آره. چون میگم دوباره برگشتی به نقدهایی که راجع به مثلا، چون فیلمای مهمه، فیلم فارسی. ببین یکی از کارهایی که من توی کتاب از کوچه سام کردم، مجموعه نقدام، این بود که کتاب سازی نکردم، نیومدم یه سری نقد انتخاب کنم بچسبونم. ته هر کدومش یه نگاه امروز هست. خب که الان یعنی به این نقد و به این فیلم چجوری نگاه میکنم، این که کاری که هیچکی نکرده توی چاپ مجموعه نقدش. من میخواستم به این برسم که ما ادعا میکنم کارمون رو با عشق شروع کردیم، کاملا درست، و با عشق ادامه دادیم، هنوز با عشق درسته. داریم ادامه میدیم. اینم کاملا درست. اونهایی که به ما ایراد میگرفتن برای مقابله ما با خشم و نفرت شروع کردن، به خاطر همین موفق نشدن. گروه شما، گروه فراستی و افخمی و سوره و دنیای تصویر، اعلام کردن همشون با خشم و نفرت علیه ما شروع کردن. آخه که سینما نیست که، ما سینما باید دیگه دنیای تصویر یادم نمیاد، ولی خودمون یادم میاد، خودمون در سینما یادم میاد. خود آقای معلم دو سه بار توی مصاحبهاش اینو با صراحت قابل تحسینی اعلام کرده. من میگم که اون که حالا ادامه داده، حالا که ما که نه ادامه نکاری چه تأثیری میخوام بهم گذاشته؟ آیا ما مانع کسی شدیم؟ نه. شما همین سه گروهی که دارم میگم و خیلی از کسای دیگه مدام پشت پا انداختن ما. خب مدام کجا پشت پا انداختن؟ نه حالا ما گروه ما گروه خودمون میخوام دفاع کنیم، هر کاری که از دستشون برمی اومد این سه گروه و کسان دیگه که ما نمیشناسیم اصلا، خب علیه ما اقدام کردن، خب علیه ما نوشتن و ما ننوشتیم هیچی. خب میخوام بگم اگر اصالتی تو این نگاه ها وجود داره، ما که مانعشون نشدیم که. ما آیا کارشکنی کردیم برای این گروه ها، گروه هایی که عین ما فکر نمی کنن، آیا ما کارشکنی کردیم، اقدامی کردیم؟ خب چرا موفق نشدن؟ چرا اون نوع نگاهشون تأثیری نذاشت؟ خب اگر که الان مسعود فراستی که دوست منم هست به عنوان
الگوی منتقد تو جامعه شناخته میشه دو تا دلیل داره. یکی رسانه تلویزیون میلیونه، تلویزیون میلیون ها بیننده داره، مردم اینو میشناسن. دوم به دلیل جو جامعه است که اصولا پرخاش رو بیشتر دوست داره، مردم پرخاشگر شدن و مدام هم دارن پرخاشگر از یک سالهای به بعد. آره. و وقتی که میبینند یکی از بیخ و بن ریشه یکی رو میزنه خوششون میاد. مردم الان فضای مجازی که گسترش پیدا کرده، وقتی که میخوان یک مثلا یه اشتباه یه نفر کرده، یه اشتباه لپی یه نفر کرده، من مثلا بگم 63 گفتم 33 مثلا همینجوری از دهنم بپره 33، اینو بخوان به تذکر بدن پشت دمار از روزگار آدم در میاد. فضای مجازی فضای توبه بریم و همش با حداقلش با نیش و کنایه است. یکی آقا تو که نمیدونی سیاست، یعنی نقطه فلسفی به خاطر تندی و پرخاش، به خاطر تندی پرخاش و تلویزیون و این آره نفوذ تلویزیون دیگه. ولی تلویزیون رسانه میلیونی، مجله هر کدوم چند هزار تا. بله خب بنابراین اون به عنوان البته من معتقد به تنوع آرا هستم. من از وجود منتقدی مثل فراستی خیلی خوشحالم، به خاطری که تنوع میده به دیدگاه‌های مختلف. من فکر کنم حتی ما میتونیم مثلا 5 تا فراستی داشته باشیم بهتر میشه، یعنی جنسمون بیشتر جور میشد. 5 تا فراستی داشته باشیم سینما ایران چیکار کنه؟ نه با ببین باید برخورد درست کرد، نه اینکه هر 5 تاشون برن تو تلویزیون. یه جای دیگه باشن، چند دیگه جای دیگه باشن. الان مثلا خب ما منتقدای سختگیر مثل سعید عقیقی هم داریم، حالا اون تلویزیون نمیدونه. خب داریم بعد اون طرف دونم. آها یه چیز دیگه اصلا، یک من بحثی که اخیرا توی برنامه هفت بود و مدام تو سر منتقدا میزنن، خب من هم اگر که قرار باشه بیام بشکستای فیلم سازی آره نه بررسی کنم. ببین مثلا میگن که منتقدا روابط عمومی فیلم ها شدن، من میخوام بگم اونی که این ادعا رو میکنه، این ادعا رو خیلی هم میکنن دیگه، میشه 5 نفر رو اسم ببرن، 10 نفر رو اسم ببرن، 10 نفر منتقدی که رفتن چیز شدن. ممکنه یه چند تایی وجود. آیا ما کارگردان و تهیه کننده ای که رفته باشه لفت و لیست بکنه از یه جایی نداریم؟ چرا داریم؟ داریم. ولی ما که تومار کارگردان های سینما رو تهیه کنند داره نمیشه. خب تیگه جمعه الان گفته میشه به دلیل ناظر که میخوان یه جریه یک تفکر رو بزنن و دارن میگن و اینکه حالا وجود داره یا وجود نداره، اصلا امکانم داره وجود داشته باشه، اشکالی هم نداره وجود داره. آره. شاید اشکال هم داشته باشه. اما به خاطر اینکه چند نفر دارن این کارو میکنن، کل چیز نقد نویسی رو که نمیشه منتفی دونست. نه توشون امکان داره روابط عمومی وجود داشته باشه، به نظر من هیچ اشکالی هم نداره که منتقد روابط عمومی فیلم بشه و به نظر من بودنش هم اشکال نداره. اما به این شکلی همه گسترده باشه ما نداریم که منتقدین اکثرشون روابطون باشه. ما منتقدین خوب زیاد داشتیم که برخیشون نمی‌نویسن و اکثرشون از مجله فیلم و از نقدنویسی تو شروع کردن. من برای اینکه یه چیزی خب این اصلا چیز بدیه، یعنی غیر از مسعود فراستی که فارغ از مجله فیلم صاحب هویت شد، غیر از فراستی و تا اونجا که یادم میاد مثلا روبرت سافاریان، من چند تایی بودن که تو گزارش فیلم نقد می نوشتن که بعد اونهایی که تاثیرگذار بودن، تاثیرگذار بودن، تمام غیر از این دو نفری بودم، تمام منتقدای تاثیرگذار از مجله فیلم شروع کردن. من قبول دارم اینو، رد نمیکنم. خب این چیز بدیه، چیز خوبیه. خب اینو کسی نگاه نمیکنه، یعنی وقتی میخواد بزنه این که مثلا دختر من رفته توی مثلا فیلم چیز کار کرده، این هم میشه جزء پرونده سیاه من. خب یعنی چی؟ دختر تو اومده چیز طراح لباس فیلمت شده. خب بالاخره اینا بزرگ میشن، بالاخره یه کاری باید بکنن از طریق زندگی با ماها. خب اینا گرایشی پیدا میکنن به یه چیزی. میبینم اینقدر بی منطقی، اینقدر بی انصافی، اصلا
غم انگیز واقعا، واقعا غم انگیز. اینو رد نمیکنم هوشنگ و نکتهش هم این نکته که میگی رد نمیکنم و یه نکته هم بگم، من از جریان خودمون دفاع نمیکنم به خاطر اینکه اینجا در واقع قرار نبود که اصلا راجع به این چیزها صحبت کنیم و این طرح این موضوعات رو به فال نیک میگیرم که تو برای اولین بار همه این موضوعات رو طرح کردی اینا. من برای اینکه صحبت رو به یک انتهای خوب برسونم هوشنگ، اولا که به نقدیری که من ببخشید قبل از اینکه اینو شروع کنی، یکی از چیزهایی که به ما اتهام زده میشه از جمله همین فراستی و افخمی، این که ما برخورد ایدئولوژیک میکردیم با فیلم ها و فیلم سازا. خب این هم از اون چیزهای عجیب غریبه، به خاطر که متنوع ترین حالا نوع نگاه روشن فکرانه که تو داری میگی من منکر نمیشم، ولی متنوع ترین ضد و نقیض ترین مطالب در مورد فیلم ها و فیلم سازهای مختلف تو مجله فیلم اومده. این که اصلا خلاف چیزه، خلاف نگاه ایدئولوژی که یک جور دیگه نگاه میکنم من اصلا قبول ندارم، چون به خاطر که شما اصلا وقتی که وارد جریان اومدیم به هویت روشنفکری، در واقع جریان روشنفکری اون شکلی ایدئولوژیک به شکل خاص خودش نبود دیگه، جریان دچار تغییر کرده. هر چی که بوده آره. اون نوع نگاهی که افخمی و فراستی دارن اون بیشتر با توصیف ایدئولوژیک جور در میاد تا این حالا یکی بگه این آش هفت جوشیه که معلومه کی چی میگه مجله فیلمو بگه. خب این که اصلا چیز نیست، این که اصلا ایدئولوژیک نیست، برای که در مورد یه فیلم یه فیلمساز انواع و اقسام مطالب کاملا ضد و نقیض توی این مجله چاپ شده، این کجاش ایدئولوژیکه؟ اصلا نمیتونه ایدئولوژیک بوده. اگه بخوای بهترین نقدت رو که تو این سالا نوشتی انتخاب کنی چیه؟ از کوچه سام کتاب مجموعه واقعا نمیتونم، ولی برای یه چیز برای همین کتاب برخورد نزدیک نقدی انتخاب کردی گفت انتخاب کن یه دونه، من نقد کپی برابر اصل کیارستمی رو انتخاب کرده بودم. از نقد آخرت انتخاب؟ آره، به خاطری که به هر حال به خودم نزدیکتره و جنبه های شخصی هم توش بیشتر بود به دلیل مضمون فیلم و هم فیلمو دوست دارم همون نقد رو دوست دارم. اینو میتونم مثال بزنم اگر بخوایی نقد چیزم علاقه مندم بهش، نقد یه حب قند. از نقد منتقدین دیگر که تو مجلتون کار کردن نقدی یادت میاد که رو تاثیر گذاشته باشه و بخوای مثال بزنی که نقد خیلی خوب؟ نقدای جانبخش نورایی به دلیل نثر قوی که داره و اون تاثیرهای حسی که میذاره روی خواننده‌اش رو من که خیلی میذاره، من خیلی دوست دارم. ممکنه حالا بعضیا معتقد باشن این نقد تفسیریه و در واقع یک چیزهایی منتسب میکنه به فیلم و فیلمساز که به هر حال اینم نوعی نگاهه، ولی من نثرش و نوع استدلالاش و دو دو تا چارتایی که میاره برای در واقع به کرسی نشوندن اون ایده‌ای که داره من خیلی دوست دارم. از فراستی نقدی هست که دوست داشته باشی؟ من ببین فراستی رو به عنوان یک چهره تلویزیونی خیلی بهش اعتقاد دارم. از اونه که نوشته مکتوبش؟ نه ببین، من اگر که برنامه تلویزیونی در مورد سینما میخواستم بسازم بازم فراستی حتما فراستی رو انتخاب میکردم، چون جذابه برای این کار. خب و گفتم که برای تنوع دادن به انواع سلیقه هایی که تو زمینه نقد فیلم وجود داره من خوشم میاد. مشکل من با نقد فراستی اینه که یک متر و معیار داره، با یک متر و معیار همه فیلم ها رو میخواد اندازه گیری کنه، ارزیابی کنه. این غلطه. یعنی فیلمی که ساختار شکنی میکنه، فیلمی که آشنایی زدایی میکنه، اون همش به نظر میاد که همه فیلم ها رو با معیارهای کلاسیک داره ارزیابی میکنه. این به نظر من غلطه. لحنش هم که من اصلا نمیپسندم، لحن نگارشش، لحن نگارش و لحن حرف زدنش، حرف زدنش اصلا کلا نمیپسندم. ولی خب تو بعضی از زمین ها ممکنه من باش موافق باشم.
آخرین سوال، چشمانداز آینده سینما ایران رو در وضعیت فعلی خیلی موجز و مختصر، نمیخوام الان با اتفاقات، با فروش فیلم ها، با نسل جدیدی که آمده و چگونه میبینی و موانع پیشرفت این سینما رو چی میبینی؟ موانعش اینه که توافق جمعی توی جمهوری اسلامی در مورد سینما وجود نداره. یعنی یک عده‌ای که صاحب قدرت هم هستن اصلا دلشون نمیخواد سینمای وجود داشته باشه، ولی یک جناحایی هم هستن که معتقدن واقع بینانه این جامعه‌ای که این همه ظرفیت و قابلیت توش وجود داره نیاز به سینما داره. یه نفر حرف خوبی میزد، میگفت که چیز شما سینما، خطاب به سینماگرا داشت، میگفت شما سینماگرا خیلی قوی هستین، حتی احمدی نژاد هم نتونست شما رو از میدون به در ببره. سینما ایران یک واقعیت خیلی مهمه، یک واقعیت سنگینه. این همه نیروی کار، این همه انرژی، به خصوص این جوانایی که طی سالها اومدن، به نظر من از حیث سیاست گذاری و اقتصادی و فساد پشت پرده و نمیدونم هر چی که پشت پرده وجود داره، از خوب و بدش اینا یه بحث دیگه است، اما از حیث ظرفیت های انسانی، چه ظرفیت فنی چه ظرفیت فکری، به نظر من سینما ایران در اوج تاریخشه الان و با این ثروت طبعا باید بتونه موفق باشه. ولی شما میبینین که سینما ایران درگیر چه چیزهایی میشه به طور روزمره و چقدر انرژی صرف چیزهای پیش پا افتاده واقعا میشه. یعنی ما مرتب بدونه که به اصل فرصت داشته باشیم، به اصل بپردازیم، مرتب درگیر حاشیه هستیم. توی سیاست اون همین جوریه، توی سینما اون هم همین جوریه. خب الان مسئله اینه که تلویزیون ما برای پخش تبلیغات اون قیمت ها رو داره و اون سختگیری ها، فیلم رو باید ببینن که آیا فیلم رو میپسندن یا نه، بعد از یه تیزر 30 ثانیه یه چرتا ایراد میگیرن، قیمت هاشن هم که اونه. حالا یه جایی پیدا شده داره مجانی پخش میکنه که ما خوشمون نمیاد اصلا ازش، ولی این تأثیر مثبت رو گذاشته، این همه تماشا. این از یه جهتی اصلا به نظرم آموزنده باید باشه که یک شبکه معاند، هر چیز دیگه از این صفت ها بخوایم بهش بگیم، اینا رو داره پخش میکنه و این همه تماشاگر داره میاره. میره داخل خب اینو خود مدیران جامعه باید فکر کنن که چرا اونجا این اتفاق میفته و چرا تلویزیون خود ما یه همچین تأثیری نداره. خب این چیزه، این درس آموزنده باید بررسی کنن، تحلیل کنن. آره این درس رو ازش بگیریم. خب الان سر همین قضیه جم مقدار زیادی وقت و انرژی تلف میشه، آخرم خودش خوش میشه میفته. خب چرا آخه؟ و ما از اینجور چیزها، از اینجور اتفاقا فراوون تو سینما بود. الان بیشتر اتفاقایی که میفته حاشیه است، جنجاله، خود اصل موضوع کمتر اتفاق میفته. این بود موضوع انشای ما. مرسی، خیلی ممنونم شنگ، لطف کردی، خیلی خیلی ممنونم. مصاحبه بسیار خوب بود، دست درد نکنه. خیلی ممنون.